سلام دوستان، من مهدی ولیزاده هستم. خیلی سوال گرفتم راجع به اینکه من میخوام مهاجرت بکنم، چه زبانی کار بکنم، چطوری این کار رو بکنم، فلان اینا. من خیلی خلاصه بخوام توضیح بدم تو 3 تا ویدیو احتمالاً، که یکیش مال رزومه و اپلای، یکی مال مصاحبه است مثلاً ببینم چطوریه. آره نه، یکیش مال رزومه است، یکیش مال نکاتی که باید اپلای بکنید، یکی دیگه هم اینه که مصاحبه چجوریه، که بیشتر اون مصاحبه مهمه، که معمولا اپلای و رزومه رو همه دارن میگن. خب یعنی که بعد از اینکه حالا اینترویو گرفتی چجوری تو اینترویو گن نزنیم، اصلا اونو چی میپرسن. اوکی، حالا با من باشید، من اینا رو توضیح میدم. ویدیو اول در مورد عرضم به خدمتتون که رزومه است. ببینید، رزومه شما باید خیلی خلاصه اون سوالایی که اون مصاحبه کننده، اون کسی که قراره انتخاب بکنه، جواب بده. سوالایی که طرف هست، اینو من خودم وقتی داشتم دنبال آدم میگشتم برای استخدام فهمیدم رزومه‌ای که میگیری توشون دنبال چی میگیری. سعی کنید مثل اون کسی که داره استخدام میکنه فکر کنید. همه چیل اولین چیزی که یارو دنبالش میگرده اینه که ببینه شما اون تکنولوژی که اینا لازم دارن رو بلدی یا نه. اولیش اینه. خب حالا اگه همش رو بلد نباشی، حداقل یه چیزایی شد بلد باشی. مثلا اگر شما نوجس دیولپری، واسه کار جاوا اپلای نکن، چون طرف ببینه رد میکنه، درست؟ یه همچین چیزی. مثلا یه شرکتی دنبال ریاکت دیولپر میگرده، اوکی؟ چون خیلی راحت باید تو اولین نگاه، توی 5-6 ثانیه اول به یارو یقین بدی که ریاکت کار کردی و بلدی. اوکی؟ چطوری؟ اینه که شما اول اسمتون اون بالا می‌نویسید. هیچ ساختار قشنگ و خوشگلی نیاز نیست. ساده ساده. یه قشنگ و ساده منظورم از نظر عکس و کادر و جدول و این چیزا نیست. حالا نکاتش رو بگم، یه سامپل هم احتمالاً براتون می‌ذارم که ببینید. شما یه اسمتون اون بالا می‌نویسید، اطلاعات تماسشون رو زیرش می‌نویسید و بعد میاید رولتون رو می‌نویسید. چیکاره؟ اون خیلی مشخص می‌کنه. مثلا من سینیور فول استک دیولپر هم، من سینیور مثلا فرانت اند دیولپر هم، جونیور بک اند دیولپر هم، هر چی که هستیم، اصلا فقط دیولپر هم، نیازی نیست سینیور جونیور هم بنویسید، فول استک دیولپر، تموم شد. اوکی، بعد میای پایین تر زیر رولت 3 تا 4 تا از اسکیل های اصلی تو می‌نویسی. من ببینید، اسکیل اصلی، نه هر چیزی که تاره دستت بهش خورده. اوکی، نه یا بنویس سی شارپ، انگولار، ریاکت، پی اچ پی، پایتون. یارو نمیگه چرا خفنه، میگه یارو هیچی بلد نیست، چون اونی که همه چیزو بلده هیچ کدوم درست انجام نمیده. درست؟ بیا بنویس مثلا شما انگولار دیولپری، انگولار بلدی، یه ذره ریاکت بلدی، خب نود جی اس بلدی، یه ذره سی شارپ هم بلدی. خب من دارم راجمون حرف میزنم. و مثلا حالا لینوکس هم بلدی، ویندوز هم بلدی. اوکی، الان اگه بهت پروژه بدم با چی کار میکنی؟ همین الان ترجیح چیه؟ کدومو فکر میکنی خیلی بهتر میزنی؟ ممکنه هر دوشو خوب بلد باشی، کدومو دوست داری اصلا کار کنی؟ مثلا شما 3 سال انگولار کار کردی، الان دوست داری ریاکت کار کنی، ولی 1 سال داری کار میکنی. خب الان دوست داری چی کار بکنی؟ الان دوست داری با اون 3-4 تا کار کنی دیگه. بنویس مثلا ریاکت و نود جی اس و فلان، مثلا لینوکس. این میشه 3 تا از تخصصهای اصلی شما. بعد میای پایین تر سامری. تو اون سامری یارو باید متقاعد بشه که چرا باید تو رو استخدام بکنه. اوکی، جملت هم همیشه با یه جمله شروع کن، اون سامری رو با یه چیزی شروع کن که کچ کنه، یعنی طرف رو بگیره. مثلا اگر با معمولا با بزرگترین امتیازت شروع کن. مثلا اگر 7-8 سال سابقه داری، بگو 7 years فلان فلان experience developer. مثلا بگو 7 برنامه نویس 7 سابقه که فلان 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 کردم. سعی کنید 3 تا از مشخصهای اصلی شخصیت شما که باعث میشه کمپانی پیشرفت بکنه، تاثیرگذاریاتون اون تو بنویسید. حالا اگر هم ندارید خیلی مهم نیست، ولی خب خودتون باشید، ادا در نیارید. درسته؟ مثلا اگه بچه 2-3 سال کار میکنن، 1 سال دارن کار میکنن، اینا رو بنویسید و برید. اوکی، این میشه شورت سامری. این بخشی که الان من به شما گفتم تعیین میکنه که طرف رزومه شما رو میخونه یا نه.
مهمترین اولین چیزی که نگاه میکنه تو اسمتون هم نمیبینه، اول میبینه اون رول چیه، اصلا میخوره اون چیزی که من گفتم تو جاب دسکریپشن یا نه. بعد از اون چارت تا اسکیل اصلیتون رو نگاه میکنه که ببینه این اوکیه یا نه، یعنی نزدیکه به اون چیزی که میخوام یا نه. مثلا من گراف کیو ال میخوام، نود جی اس میخوام با مثلا ریاکت. تو مثلا زدی نود جی اس و ریاکت و لینوکس، درسته گراف کیو ال نداری، مهم نیست یه دونهشش که نباشه، یا مثلا خیلی والا شاید یارو مثلا گراف کیو ال خیلی براش مهمه، ولی خب مهم چون اسکیل رو میشه یاد داد، اوکی؟ ولی خب باید نزدیک باشه، هم پوشانی داشته باشه اصلا. بعد از سامری شما میتونید اون تمام چیزهایی که کار کردید و بلدید و دوست دارید اصلا بگید من اینا رو بلدم، نه که همه رو پر نکن، بعد خیلی هم پرت و پلا ننویسید، درست؟ مثلا ننویس هم سی شارپ بلدم، هم پی اچ پی بلدم، هم نود جی اس، چون شدون بلد نیستی، اوکی؟ یکیشو بذار، بگو مثلا من نود جی اس بلدم، اکسپرس کار کردم روش، مثلا گراف کیو ال هم میدونم فلان، اسمشون رو تایتل بار بنویس. دیتابیس هایی که کار کردی، مانگو بوده، MySQL بوده، MS بوده، هرچی بوده، دیتابیس ها رو می‌نویسی، مثلا من با اینا کار کردم. خب این چیزایی که الان داری می‌نویسی یه سری قول ایجاد می‌کنه، شما داری تعهد میدی که اینا رو بلدی. خب اثباتش کجاست الان بهتون میگم. این قسمت اسکیلزتون که زیر سامری تموم شد، خب حالا بک اند دیوآپس هر چی که بلدی، مثلا اگه فقط فرانت اند بلدی، بگو من ریاکت کار کردم با این فریم ورک ها، با این لایبرری ها بعدن کار کنم و غیره، درست؟ بعد میام پایین تر، پروف این چیزایی که بالا گفتی توی ورک اکسپریانس ته. خب یعنی شما اون تایتل رو زدی، اون کیورد ها رو گذاشتی که من اینا رو بلدم، سامریت هم خوب نوشتی، تمام اسکیلای که چیزایی که باش کار کردیم گذاشتی اونجا، مثلا با گیت هم کار کردم، فلان هم بلدم. حالا توی ورک اکسپریانسی که بعد از اون میاد، یعنی تاریخچه‌ای که شما کار کردین، تو اون باید اثبات بکنی که من اونم رو بلدم. چطوری؟ شما میگی من تو شرکت اول از آخرین شرکتی که بودی در حال حاضر داری توش کار میکنی، خب از اون شروع میکنی، میگی که مثلا من تو فلان شرکت این کارا رو انجام دادم با این تکنولوژی ها، درسته؟ نگو اون شرکت چی کار میکنه، من تو شرکت فلان گنده بودم، اصلا واسه شما مهم نیست شرکت چی بوده. چرا؟ یه ذره شاید مثلا اگه شرکت اینترنشنال باشه، مثلا شما تو گوگل بوده باشی، آره اوکی؟ ولی اونقدر دیگه شرکت مهم نیست، چون کشور رو فرق میکنه، درست؟ پس مهم نیست، ولی اسم شرکت مهم نیست، اون شرکت چی کار میکنه مهم نیست، تو اون شرکت چی کار کردی و چه چیزی به اون شرکت اضافه کردی، این خیلی مهمه، اوکی؟ که اون ببینه اگر تو اونجا این اضافه کردی، من شرایطم اینطوری، تو چه چیزی میتونی برای من ایجاد کنی، فقط این نیست که بیام کد بنویسم برام خونه، خب تو چی کار میتونی برای من، چه ولیوی اصطلاحا ایجاد میکنی، این از این، درست؟ بعد تو اون ورک اکسپریانس چی میشه، تاریخچه کاری، تجربه کاریت، میای مشخص دقیقاً ثابت میکنی که من این چیزایی که گفتم رو چقدر بلدم. مثلا من اگه 5 سال تو شرکتی دو تا شرکت داشتم نود جی اس کار میکردم با اکسپرس، پس یعنی اکسپرس هم خوبه دیگه، میدونی؟ یا مثلا کارهایی که انجام دادم، چیزایی که دیولپ کردم تو اون، اینطوری هم نیست مثلا کلی بنویسی، من اونجا رفتم وب اپ مینوشتم، اینطوری اینا قشنگ دقیق بگو چی کار کردی اون تو، این اتمام بهتره. مثلا من رفتم اونجا یه پروژه CRM داشتن، من یه قسمتی همچی فیچرهای روش دیولپ کردم، دیتابیسشون اینجا مشکل داشت، دیتابیسشون درست کردم، مثلا انتقال دیتا دادم، فلان کردم فلان کردم. این چند تا رو تو بولت پوینت میذاری، میگه آقا فلان شرکت من یه خط نیم خط یه خط بالاش می‌نویسم که من مسئولیتم اونجا چی بوده، چه کارهایی انجام دادم و چه چیزهایی به شرکت دادم، یعنی برای شرکت آفریدم. این میشه ورک اکسپریانس کلی، گفتم کل رزومه میشه این. تهش هم میای تحصیلاتتو میزنی و کارهای جانبی که کردی، مثلا من داوطلبان فلان مؤسسه‌ام رفتم درس دادم پولم نگرفت، خیلی بهتر این چیزا رو بگی. خب این میشه کل چیزی که واسه رزومه باید بدونی تا بنویسیدش. خب این از این، رزومه تموم شد. من یه ویدیو دیگه درست میکنم برای نکاتی که موقع اپلای کردن لازمه،